ایران رو شنیدم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت. سال 1356 سال آغاز رویارویی شاه و مخالفان بود. روشنفکران، رهبران سیاسی و نیز روحانیون از راه تشکیل انجمنها و جمعیتها و ارسال نامه‌های سرگشاده دولت را به ادامه نقض قانون اساسی و حقوق بشر متهم می‌کردند. در پاییز همان سال درگذشت سید مصطفی خمینی فرصتی تازه پیش آورد. در بحبوحه این جریانات شاه دستور داد مقاله‌ای توهین‌آمیز علیه آیت الله خمینی بنویسند که در اطلاعات چاپ شد. احسان نراقی چگونگی ماجرا را 2-3 سال بعد در زندان از قول یک مسئول ساواک شنیده است. گفت پس از اینکه آسد مصطفی خمینی در نجف فوت شد، این جریان وسیله شد که در ایران مجامع ترهیم مرتبا تشکیل بشه و خلاصه عدم رضایت سیاسی به این قسم خودشو بیان میکرد که شاه رو از این بابت خیلی عصبانی کرده بود این جلسات و این مجالس ترهیم. در این ضمن یاسر عرفات یک تلگراف تسلیتی به آقای خمینی در نجف مخابره میکنه. آقای خمینی در جواب یاسر عرفات میگویند که درد و محنت من روزی پایان میگیره که ملت ایران از شر این آدم جابر مثلا فارغ بشه، راحت بشه. اینجوری که این مسئول سوال که من میگفت، نصیری این مسئول رو برده بوده برای شاه، به شاه نشون میده و شاه میگوید که حالا دیگه باید که جنگ رو علنی کرد با روحانیون و به خصوص با آقای خمینی، برید یه مقاله تهیه بکنه. میدن دستگاه ساواک که مقاله تهیه میکنه و هفته بعد مقاله رو برای شاه میبره و نصیری شاه میگه نه اینو تونترش بکنید، که بعدم وقتی که مقاله حاضر میشه میگه از طریق دربار بدید که همون دربار هویدا میفرسته برای وزیر اطلاعات که خودش هم گفته اونم میده به روزنامه اطلاعات و اطلاعات هم نمیخواد چاپ کنه و خلاصه وقتی چاپ میکنن و اون جریانی که میدونید در قوم و رفتن تظاهرات کردن در روزنامه رو باقی روزنامه اطلاعات و طلاب و درگیری و خونریزی و اینا که بعد دیگه هم تو چلده به چلده ها ادامه داشت. این مقاله شنبه هفته دی ماه 1356 در روزنامه اطلاعات با عنوان ایران و استعمار سرخ و سیاه به امضای مستعار احمد رشیدی مطلق چاپ شد. در این مقاله صریحاً به آیت الله خمینی اهانت شده بود. این روزها به مناسبت ماه محرم و عاشورای حسینی بار دیگر از هان متوجه استعمار سیاه و سرخ و یا به تعبیر دیگری اتحاد استعمار کهن و نو شده است. سرآغاز انقلاب شاه ملت در روز ششم بهمن ماه 2520 شاهنشاهی استعمار سرخ و سیاه ایران را با یک دیگر متحد ساخت که مظهر این همکاری صمیمانه در بلوای روزهای 15 و 16 خرداد ماه 2522 در تهران آشکار شد. مردی که سابقهش مجهول بود و به قشری ترین و مرتجع ترین عوامل استعمار وابسته بود و چون در میان روحانیون عالی مقام کشور با همه حمایت های خاص موقعیتی به دست نیاورده بود، در پی فرصت میگشت که به هر قیمتی هست خود را وارد ماجراهای سیاسی کند و اسم و شهرتی پیدا کند. روح الله خمینی عامل مناسبی برای این منظور بود و ارتجاع سرخ و سیاه او را مناسب ترین فرد برای مقابله با انقلاب ایران یافتند و او کسی بود که عامل واقعی ننگین روز 15 خرداد شناخته شد. در تاریخ انقلاب ایران روز 15 خرداد به عنوان خاطره دردناک از دشمنان ملت ایران باقی خواهد ماند و میلیون ها مسلمان ایرانی به خاطر خواهند آورد که چگونه دشمنان ایران هر وقت منافعشان اقتضا کند با یکدیگر همدست می شوند حتی در لباس مقدس و محترم روحانی. وزیر اطلاعات وقت داریوش همایون بود. بسیاری او را در شمار نویسندگان این مقاله دانستند، اما خود او میگوید که در نوشتن آن دستی نداشته است. مقاله از وزارت دربار سرچشمه گرفت. اون مطلب که شاه روایت اولیه مقاله رو نپسندید و گفت باید تندتر بشه درست است. روایت دوم رو خیلی تندتر تهیه کردن. مطالبی که در مقاله اومده بارها از طرف خود شاه و بلندگوهای تبلیغاتی اون زمان ایران گفته شده، مطالب تازه‌ای نبود که خمینی وابسته استعمار است، ارتجاع سیاه است، مخالف اصلاحات ارضی است، مخالف اصلاحات به طور کلی است،
از قدیم ایران صحنه قدرتنمایی کشورهای خارجی توسط عوامل مذهبی بوده. این مطالبی است که همه جا گفته شده بود. چیز تازه هندی بودن خمینی فقط تازگی داشت که اونم باز حرف دروغی نبود. بله خمینی فعالیت ریشه هندی داره. یکی دو تا مطلب شخصی مثل اینکه شعر میگفته قبلا و تخلصش هندی بود و اینا فقط تو اون مقاله تازگی داشت. نه مقاله ارتباطی به ساواک نداشت. از دربار در دربار تایید شد. خود شاه شخصا درش سهم داشت، تعیین کرد لحنشو که کسی اصلا جرئت نمیکرد چنین چیزی در ایران بنویسه چاپ بکنه بدون دستور شاه، چون به هر حال به موجب قانون اساسی رهبران مذهبی موقعیتی دارن که هر کسی خودش اجازه نمیده. بعدم با اون موقعیت سیاسی ایران امکان نداشت کسی چنین کاری بکنه، لزوم هم اصلا کسی نمیدید. تو این به اصطلاح عوامانه کسی تو این خطا نبود. ولی بقیه‌اش همونطور که می‌فرمایید مقاله به من داده شد، من فرستادمش، یعنی دادم به خبرنگار اطلاعات توی فرصت کنگره حزب رستاخیز هم بود و اونا هم ایراد کردن، اعتراض کردن که این مقاله ممکن است اعصاب زحمت خودشون بشه، نه اینکه اعصاب زحمت مملکت بشه. کسی اون موقع اصلا تصور نمی‌کرد که مقاله مملکت طوری بشه. ولی خب از نظر روزنامه خودشون نگران بودن و حق هم داشتن، گفتن در قم اعصاب زحمت ما خواهند شد، چون اونا در جریان بودن، در قم تماس روزانه داشتن با آنچه که می‌گذشت. قم یه پارچه دست مذهبی ها افتاده بود، این افراطیون مذهبی، چاره‌ای نبود، گفته بودن باید چاپ بشه و باید چاپ می‌شد. دفعه اولی هم نبود که از اینجور مطالب در روزنامه ها فرستاده میشد از دربار و چاپ میشد. درباره انگیزه چاپ این مقاله هم بسیار صحبت شده. احسان نراقی عقیده دارد که تصمیم از خود شاه بود. شاه حسابش این بود که با آمدن کارتر سر کار و فشارهایی که به اون می آورد از لحاظ آزادی و حقوق بشر و این مطالب، دو مرتبه مثل گذشته مثل سال 41 روحانیت رو به میدون بکشه به عنوان مخالف خودش، داره به زور بیاره رو. و این سیاست شاه، هیچ یک از مقامات هم با این کار موافق نبودن، نه آموزگار موافق بود، نه دیگران، نه به نظر من، نه حتی ساواک. این اراده خودش بود، این ناشیگری خودش بود، متوجه نبود که این بار فقط روحانیت نیست، این مخالفت ها حالت به اصطلاح التقاطی داشته ولی یواش یواش نیروی شده، از چپ و راست و مذهبی و ملی و چپگرا همه با هم مخلوط شدن و یه جامعه مخالفی برای او تشکیل شده. برای اینکه شاه متوجه نبود که این اشخاص هم به مخالفین پین پیوندن، و وقتی که تحریک کرد و به زور خواست با توهین به آقای خمینی خواست که روحانیت رو به میدون بکشه، روحانیت تنها نبود، زمین اجتماعی وسیع بود، مخالفت خودش باعثش. حملات آیت الله خمینی به شخص شاه شدت یافته بود و سخنان آیت الله شنوندگان بیشتری داشت. اینا که میگن باید تو دهنی زد به این آدمی که سلب آزادی از مردم کرده، باید تو دهنی زد به این آدمی که سلسه دیگران را در ایران برقرار کرده و مردم را زیر سلسه ابر قدرت ها قرار داده، اینا مرتجی هست. اما اونایی که مال مردم ها دارن میخورن به زور و با فشار و سلب آزادی از همه کردن، نه اینا متمدن هستند و اینها دروازه باز آزادی. آیت الله در پاسخ به یکی از پیام‌های تسلیت مرگ فرزندش گفته بود: ما در طول 50 سال سلطنت غیرقانونی دودمان سیاه روی پهلوی که مستقیماً و به حسب اعترافات شاه فعلی مأمور اجانب بودند، مبتلا به مصائبی بوده ایم که مصائب دیگر در برابر آن کوچک جلوه می کند. ما شاهد کشتارها، چپاولها و اختناقها بوده ایم. داریوش همایون می گوید این گونه سخنان آیت الله بر شاه گران می آمد. مقاله پاسخی بود به حملاتی که خود خمینی و سخنگویان خمینی در قم گفتند در حمله به شاه. خمینی نوارهایی که فرستاد برای شاید نخستین بار شخص شاه رو مورد حملات خیلی بدی قرار داد، تندی قرار داد، نخستین بار بعد سالها منظورمه. و آیت الله روحانی در قم تا اونجا رفت که گفت شاه منعزل است، اصلا گفت شاه برکنار، تمام شد دیگه، از شاه چیزی باقی نمونده. بعد از این مرگ پسر خمینی که نسبت دادن به ساواک که بی ربطه، هیچ ربطی نداشت.
بله اون مقاله مسلماً پاسخی بود به حملات خمینی به شاه و شاه کمتر چیزی رو پاسخ ناگفته میگذاشت. حتی توهین روزنامه درجه سه اروپایی براش یک امر شخصی تلقی میشد و تمام دستگاه اطلاعاتی و خارجی کشور به کار میافتاد برای اینکه به اصطلاح جوابی بون بدن. حالا اون جواب سبب میشد که از همون حمله بزرگتر بشه، اون بحث دیگری است. نه شاه حقیقتاً زخمی شد از این حملات، چون در اوج قدرت و محبوبیت خودش رو میدید و احساس میکرد که اگر زمان مبارزه‌ای هست همون وقت هست، چون شاه اون وقت از یاد نبریم که میدونست که در حال مرگ است و تصور میکرد که باید کار رو یکسره بکنه از موضع قدرت. برخورد شاه با روحانیت شیعه، یعنی اون قسمتی از روحانیت شیعه که برای در دست گرفتن قدرت مبارزه میکرد، این بار اجتناب‌ناپذیر بود. این یک مسیری را هر دو طرف میپیمودند که هیچ راهی جز برخورد و تصادم درش نبود. فراموش هم نباید کرد که اون مقاله 5-6 روز 4-5 روز بعد از دیدار کارتر از تهران منتشر شد. کارتر قوت قلبی به شاه داد که براش قابل تصور نبود، خیلی از حدود متعارف دیپلماتیک تجاوز کرد. شاه احساس کرد که دیگه محلی برای نگرانی نیست و الان وقتش است که مبارزه‌ای رو که خمینی پیش کشیده و شروع کرده پاسخ بده. به نظر دکتر علی امینی هم این خود شاه بود که اصرار داشت با روحانیون مستقیما درگیر شود. این معایی بود که کسی متوجه نمی کرد که این صحیح نیست. همین کاغذ که دربار نوشتن به خمینی که واسه اون جنجال شد، اصرار خود شاه. ارتشی زادی به خود من نهم میکرد که مدتی با شاه بحث کرد که بده این فوشا چیه فلان. خود این کار از ناحیه دربار زشته. حالا اون نمیدونم شاهنده مانده این کار رو خیلی خودشون مسئولیت قبول میکنن، ولی وقتی تمام اینا رو به حساب شاه میذارن خب اون آدم مذهبی متاثر میشه، میگه چی شاه و اهل خونه میدونستن که این وزرا دخالات هم نیستن، پس بنابراین شاه دستور دیده بنویسن واقعا دستور هم داده بودن که حتما باید بنویسن. اگر نشر مقاله اطلاعات پاسخ اجتناب ناپذیر شاه بود، پاسخ مخالفان هم اعتراض و تظاهرات بود و به گفته حاج محمد شانچی هر کس به دلیلی. البته یک عده افراد مذهبی که به آقای خمینی ارادت داشتند و تقلید آقای خمینی میکردند از جهت مذهبی و عقیدتی خیلی ناراحت شدند و یک عده به اصطلاح یک آتوی سیاسی دستشون آمده بود، آمدن گفتن که چرا شما توهین کردین به آیت الله خمینی، آیت الله خمینی مرجع شیعیان است و مرجع مسلمان، و واقعا اون زمان بود. برای که یک روحانی بود که این روحانی تو صحنه آمده بود و به نفع مردم و برای مردم کار میکرد، همه طرفدارش بودن و همه دنبالش بودن و خیلی جنجال به پا شد. جنجالی که از این ماجرا به پا شد چندان وسعت یافت که در واقع نخستین انفجار انقلاب بود و به نظر بسیاری از جمله مهندس بازرگان خطای تاریخی شاه. اونم یه گافی بوده که اونا کردن و اگر این گاف رو نمی کردن شاید اون اندازه وحدت و پشتیبانی نمی شد. همیشه در دنیا هر پیروزی دو عامل داره، یه ناشی از دو وجهته، یکی جنبه مثبته، یه کارهایی که شخص می کنه، یه کارهایی هست که حریفش و دشمن می کنه ولی به نفع این تمام میشه. اونم از اون چیزا بوده. ولی خب اون نامه در عینی که مؤثر و مهم و برای پیروزی مفید بوده، اون اندازه نباید براش در مقایسه با سایر رویدادها و سایر اقدامات براش اهمیت قائل شد. روحانیت این مقاله را توهینی علیه خود تلقی کرد. آیت الله شریعت مداری که خواهان اصلاح رژیم و قانونی عمل کردن آن بود، از دولت انتقاد کرد و گفت اگر کسی را متهم می کنید باید قانوناً به او اجازه دهید تا از خود دفاع کند. مقامات گفتن بیان و مردم عقایدشون را اظهار بکنن بگوین. گفتن بله اینا گفتید، ولی در عمل او هر چی دلش می خواد می نویسه و اینها اون چی می خواد نمی نویسن. یه وقتی بر خود ما اتفاق افتاد در 4-5 سال پیش، یکی از روزنامه ها یه چیزی نوشته بود که حقیقت نداشت. بله البته روی یه غرض خاصی نوشته بود و وادارش کرده بودن یه چیزی نوشته بود. ما اونا تکذیب کردیم، فرستادیم و قبول نکردن، با اینکه مثلا شاید با ما مثل دیگران معامله نکنن ولی گفتن اجازه نداریم. مجبور شدیم که ما در خارج چاپ کردیم و به اطلاع مردم رسوندیم. گفتیم این کار را نکنیم، اون که نوشته بذار منم بنویسم، آخه این چیزی منم این حقیقت نداره، دروغ میگه.
شاید یکی در حق دیگری نوشین دزدی کرده، اجازه بدید اینم بنویسد نه من بابا من دزدی نکردم دیگر، اما او بنویسد این اجازه نداشته باشه، این باعث انفجار میشه. این یک روز صبر میکنه، دو روز صبر میکنه، پنج روز صبر میکنه، این وقتی که در جامعه سرایت کرد باعث انفجار جامعه میشه، نکنید این کار را. روز یک شنبه 18 بهمن در قم اعتراضاتی علیه مقاله اطلاعات صورت گرفت و به گفته علی اصغر حاج جوادی درس مراجع تعطیل شد و تظاهرات به روز دوشنبه 19 بهمن کشیده شد که در آن عده‌ای کشته شدند. این مقاله اثرش در قم به صورت یک اعتراض شدید حوزه علمیه و مردم و علما و مدرسین در اومد و در نتیجه اینکه دکون بازارها رو بستند و البته چون قم همچنان مرکزیت حساس خودش رو نسبت به جریانات نگه داشته بود، اونجا زیر نظر مراقبت گارد بود و نیروهای ساواک و در واقع شهر به یک نوع دژ نظامی در این موقع در اومده بود و در نتیجه این بلوا و شلوغی و اعتراض شدیدی که در تمام شهر گرفت، حمله و اعتراض و درگیری و تیر و تیراندازی و عده‌ای هم کشته شدند و در نتیجه دکون بازارها بستند و مردم و طلاب ریختند در منزل آقایان علما، مراجع آقای مرعشی، آقای گلپایگانی، آقای شریعت مداری و آیت الله شریعت مداری. رفتار مأموران انتظامی و اعمال خشونت شدید آنان را محکوم کرد. بدون قانون کسی را نمی شود کشت، بدون جهت خونی را نمی شود ریخت. اگر یک خون بدون جهت ریخته بشه در بی قانونی فرق نمی کند که تمام اهل شهر را قتل عام کنند یا یک نفر را بدون گناه بکشند. چون وقتی قانون از بین رفت هیچ کس به حیاتش دیگه اطمینان نداره. یک اشخاصی را صدمه هایی به اشخاصی زدن، کتک هایی بی خودی زدن، کتک های کشنده. یک سید اولاد پیغمبر، نوه مرحوم آیت الله میلانی مرحوم، باید اگه دکان بکالی نشسته بودم، اطلاع از هیچ کجا نداشتم، میخواستم یه جنسی بخرم، در دکانم بسته بود، یک مرتبه ریختن تو دکان و بدون جهت حمله کردن بر من که بیچاره را الان بردن نشت تهران. مقصود این است که صحبت اینه، صحبت صحبت استعمار نیست. اینها استعمار نمیخواستن که مملکت ما استعماری باشه، ارتجاع نمیخواستن. این تظاهر بدون محرک بوده، بدون اینکه کسی بگوید، این انفجار اون عقده ها بود است که در این مدت زمان آمده و این وظیفه دستگاه بود که این عقده ها را بگشاید و نگذارد، اجازه ندهد که کسی ظلم بکنه، مظلوم حق نداشته باشه از خود دفاع کنه. ما اینو میگیم و اینها میتوانستن که اینا به وجه احسن حل کنن این جمعیت را، اولا به دردشون برسن، اگر نرسیدن اقدم خوب اینها را به وسائلی متفرق کنند. ولی چه جهتی داشت؟ چه جهتی داشت این کار را کردن؟ چرا این کار را کردن؟ یک زنی که پسر جوانش تیر خورده بود، بعد به کسان ما گفته بود که من تا به حال گریه می کردم ولی بعد از این بر پسرم دیگه گریه نمی کردم. فرستادم فلانی، فرستاد از ما احوال پوشی کرد. ما به دولت میگیم که ما نمیخواییم که در شهرها ترجمه ارداخت بیفته و در این فاجعه از تمام شهرستانها بر ما تلفن کردن. گفتیم آیون خودتون میدونید وزیفه را خودتون تشخیص بدید. با اینکه ما از اونها نخواستیم ولی بیشترشون تعطیل کردن، نماز را تعطیل کردن، دست را تعطیل کردن. چند تا از شهرستانها تبریز و اصفهان و تهران و خود قم و شیراز و اهواز و اینها همه جا تعطیل کردن، آقایون علماشون و اجمعهم. حمله به راه پیمایان و تظاهر کنندگان قم هیجان و خشم عمومی را در سراسر کشور بالا برد و به گفته مهندس بازرگان اثر این حمله از مقاله اطلاعات هم بیشتر بود. اون مثلا حمله‌ای که در قم کردن و در خانه مراجع تقلید و کشتارها، اثرش خیلی بیشتر از اون نامه بود که پشترش چهلوم گرفتن، هر چهلومی خودش شد تازه اول یه حرکت و زاینده یک پدیده نو و که اون سلسله چهلوم ها بود، چهلا بود که همینطور هی
انقلاب رو هم وسعت داد و هم عمق و قدرت و تأثیر داد. و به گفته علی اصغر حاجی‌سید جوادی به این ترتیب شهرها یکی پس از دیگری وارد صحنه مبارزه شدند. از اون موقع جریان پیوستن شهرها و نارضایتی ها به طور به اصطلاح سیستماتیک بود به یکدیگر در اثر این چهلوم ها که هر شهری پشت شهر دیگری این بسیج رو میکرد برای چهلوم آینده که وارد صحنه بشه و در نتیجه این که میشه گفتش که این مقاله در واقع یک قطره ای بود که به هر حال این کاسه لبریز رو سرازیر کرد به طرف انقلاب. Quand on veut créer son entreprise, on est vite perdu quand on entend. Cabis, dépôt de capital, statut, numéro Siret. De quoi bien gâcher vos soirées. Rassurez-vous, Conto est là pour vous aider à y voir plus clair. Avec Conto, gérez facilement et rapidement les étapes de la création de votre entreprise. Et tout ça, 100% en ligne. Rédigez vos statuts, déposez votre capital, ouvrez votre compte pro et démarrez votre activité en toute simplicité. Rendez-vous sur conto.com pour créer votre entreprise.